و در اوج جنگ ویتنام رفت به ویتنام و در واقع تبدیل شد به یکی از چهره ها و پوستر های در واقع جنبش ضد جنگ. یکی از زشت‌ترین کارهایی که کرد رفت با دشمن یعنی ویتکونگا عکس گرفت. این بیشتر همه رو به خشم انداخت. رفت در پشت یک آتشبار میگید، ضد هوایی میگید، هر چی میگید، نشست و به سوی هواپیماهای آمریکا نشانه گرفت. دیگه از این زشت‌تر نمیشد، از این بدتر در واقع نمیشد. اما همین خانم جین فاندا با همه این خطاکاری های به اصطلاح سیاسی که به نظر من تا حدودی هم به عمد بود، چرا چهره هایی در اون زمان در آمریکا گل کرده بودند که به جبهه چپ بودند و میرفتن مسکو و جایزه لنین میگرفتن به عنوان مبارزین با کاپیتالیسم و امپریالیسم، خانم جین فاندا اهمیت اینها رو گرفت. یک هنرپیشه هالیوودی از یک خانواده هنرمند تبدیل شده بود به ضد یک از چهره‌های بارز ضد جنگ. از این بهتر؟ بقیه همه اوت شده. And I was laughing and clapping, and there were pictures taken. And as I walked away, I suddenly thought, oh my gosh, this is going to look like I was shooting. I mean, there were no planes, the gun was not operable, it didn't matter. This is an image that belied everything that I was. I was in Vietnam, I was against the war because of what I had learned from soldiers. I'd spent 3 years working with active duty servicemen. And I understand. امروز خانم جین فوندا کجاست؟ اگر ما بودیم سنگسار کرده بودیم، شلاق زده بودیم، شاید به جوخه اعدام سپرده بودیم یا به منکرات سپرده بودیم. مدت ها امریکایی ها او را دوست نمی داشتن. حتی فیلمی بازی کرد چاینیز سیندروم، The Chinese، با همین آقای مایکل داگلاس، در باره همین مشکلات تأسیسات هسته‌ای. بعد ازدواج کرد با آقای تد ترنر، بعد آمد ویدیو زد، ویدیوهای ایروبیک ملی خوب ساخت، بعد آمد دوباره شروع کرد فیلم بازی کردن. الان هم رفته بود کان، روی قالی قرمز را میره، اعتبار بهش میدادن که را جین فوندا است. چندی پیش هم نقش نانسی ریگان رو بازی کرد. بفرمایید. چرا؟ در این جامعه شما میتوانید هر گونه که میخواهید زیست اجتماعی، خصوصی، سیاسی داشته باشید. خودتونم قرامت رو میپردازید، خودتونم پله های پیروزی رو بالا میرید. یک حکومت تصمیم نمیگیره که امروز شلوار بپوشید یا شورت، آستین بلند یا آستین کوتاه، کراوات بزنید یا نزنید، یقه آقای ولایتی رو بپوشید، خودش میگه اینو میگن یقه ولایتی، یا مثل ماویستا یونیفرم بپوشید. در همین جامعه‌ای که همه اشکالات رو داره، در هر دموکراسی اشکالات بیشتره، چرچیل درست میگه، میگه دموکراسی بدترین روش حکومتی است، اما بهتر از اون نداریم، حداقل از حکومت پوتین و اینا بهتره، از چینش هم بهتره، از شما که خیلی بهتره. این رژیم باید ریخته بشه به زباله تاریخ. هیچ راهی ندارید، هیچ راهی ندارید. چرا من اینو میگم؟ چون نسلی دیگر میاد، با ایران دیگری میاد. برنامه دوال گفتم هیپ هاپ پالیتیکه، درش ما شعر نمیگیم، نقالی هم نمی کنیم. اتفاقا اجازه بدید من امکان نداره اسمای بچه ها رو اشاره نکنم، نمیدونید این بچه ها چه
اطلاعاتی، چه تحلیل های، چه نکاتی رو روی این وال می نویسن. البته نمیشه همه چند هزار نفر رو اشاره کرد. اولا یه آقایی به نام هادی شریفی در تهران گفته بود حالا که میخوان بی‌حجاب شون پس میشه یواشکی تجاوز کرد یا علنی تجاوز کرد به اینهایی که بد حجابن. شما ببینید چقدر اینا کوتاه فکرن. ایشون روی وال ما نیستن. اونهایی که روی وال ما هستن بانوی ایرانی است، شری خانمه، محسن محمدی، مصطفی غریبیان، سینا افرا، چیزای جالب نیست. آرمان جاروستایی، آرمان جاروستایی سعی میکنه عمو مانوک کوچولو بشه. میترا بابک، آره عابد، علی آریایی، اینا رو باید بگم. عباس نقیبی، یاران آیین میترا، آریان افشار جم، ناهید فتی، رضا نی، نارسیس هارپ، سیامک اسفندیاری، کوه سرخ، مشدی آزاداندیش، وطندوز، آقای وطندوز و آقای مشدی آزاداندیش یک دایره المعارف هن. هر چه بخواید میزنن رو این صد. Thank you بچه، I love you. کاوه آزادی، کاوه آریایی، کاوه ایرانی، مجید بنی کریمی، یاسمین پروانه، کوروش آریامنش. من با آقای آریامنش، زنده یاد آریامنش مصاحبه کردم. هر که هست درود بر شما. چشم سوم، والمیک ماتئوسیان، مسنانه غریبیان، پرهام نظری، امیر برادران و و و و و. وقتی صحبت امیر برادران شد، ایشون یکی از ورزشی نویسای شناخته شده ایران بوده، بعد اومدن ظاهرا لندن باید باشن. یا من یک تلفنی داشتم بسیار جالب بود برای من. شخصی با من صحبت میکرد که من 50 سال میشناسم، ایشونم منو میشناسن. نه منو کمتر، من باید حداقل 40 سال منو میشناسن، ایشون پیشکسوت ترن. و اول تقدیر کردن از برنامه ها که برنامه های شماست، دوالی ها. بعد گفت من مصطفی عربم. مصطفی عرب یکی از اون لژند های فوتبال ایرانه، یکی از اون شخصیت های شناخته شده تاریخچه فوتبال ایرانه. اون گل قلیچخانی یادتونه به اسرائیل که ایران شد آقای آسیا، ایشون پاس داد قلیچخانی زد. چون من نمیتونم تحلیل نکنم باید یه چیزی بگم، برام جالب بود. آقای عرب بسیار طرفدار خاندان پهلوی یا اون سیستم بودن. آقای قلیچخانی سمبول یا چهره ضد سیستم بودن. ولی ببینید در زمین فوتبال این حرفا نیست. یکی پاس میده، یکی گل میزنه، ایران میبره. آقای مصطفی عرب میگفت مگر میشه جام جهانی برزیل بیاد و شما کنار بشینید و تلویزیون اندیشه؟ حالا چه خواهیم کرد نمیدونم، من نمیدونم فعلا، چون برنامه‌ای داشتم ولی هنوز نمیدونم چیکار میکنم. مرسی آقای عرب، خیلی لطف داشتی. اما چرا مهمه این برزیل؟ یادتون نره برزیل بهش باج دادن بازیای جام جهانی رو. چرا من میگم باج دادن؟ زمانی بود که موج دنیا رفته بود روی سوسیالیسم نرم در آمریکای لاتین. یادتونه شاوز مورالس بود، همه بودن، موجیکا، همین پروفسور لولا که بعد خانم روسوف اومد جاش. اما توجه کنید اگر برزیل موفق نشه اون سرزمین نابود شده، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی. چرا؟ همکنون هزاران هزار برزیلی به خیابونها میریزن و مخالفت خودشون رو نشون میدن که شما تمام سرمایه ما رو از جیبهای ما در واقع جیببری کردید فقط برای این که نشون بدید سوسیالیسم نرم شما یا خودشون میگن فاشیسم زنانه شما موفق بشه. بنابراین توجه کنید. من یک بارم به دوستانم در تپش که جام جهانی 2006 برگشته بودم بعد از مدتی به دعوت علیرضا امیرقاسمی، مسعود جمالی، روی میز بارها اشاره کردم. البته اونجا میگفتم من میخوام این رژیم رو بندازم، اومدم فوتبال میگم.
یک دوستی آقای ملکارا میگفت خدا بخشیان سیاسی حرف میزنه. من اونجا گفتم فوتبال سیاسیه، فوتبال سیاسیه. شما خواهید دید این مخصوصا 2014 یکی از سیاسی ترین فوتبال های دنیا خواهد بود. این جوانان برزیلی کوتاه نخواهند آمد. برزیل 2014 شاهد یک پدیده دیگری خواهد بود. برای من جالبه به خاطری که من سالهاست همین رو تکرار میکردم. ما هر کاری و هر واژه‌ای، هر اصطلاحی، هر نظریه‌ای در این برنامه های رادیویی تلویزیونی استفاده کردیم رژیم هایجک کرد. فقط مونده آی لاوی و ما هم در دستگاه امنیتی خودشون به انگام بازجویی به کار بگیرن که یکی میگو میگیرن. ببینید ما میگفتیم نسل شیک، ما میگفتیم سیندرلا ها، درسته؟ دیگه این که بر همه شما واضح ایراداش هم به ما وارد شده. حالا ناگهان این رژیم زشت که خودش هم قبول داره بسیار زشته تصمیم گرفته کاروان شیک به همراه تیم ملی بفرسته به برزیل. شما اصلا نمیدونید شیکی چیه. چی شد یک دفعه تصمیم گرفتید تیم شیک به جام جهانی بفرستید؟ آیا اینها شانورتی بازی های سیاسی نیست؟ این رژیم تا کجا میخواد در واقع این مردم رو سر کار بگذاره و دنیای خارج رو سر کار بگذاره؟ حالا در برنامه کاندا میتونیم از مسائل موشکیش رو هسته این صحبت کنیم، اینجا مسائل اجتماعیش رو صحبت میکنیم، اینجا مسائلی که سعی میکنه نسل آینده رو دوباره هایجک کنه صحبت میکنیم. بله آقای گلزار رو بچه ها دوست میدارن، ولی چه شد آقای گلزار باید بره جام جهانی برزیل؟ آیا زمانی که ما میرفتیم به جام جهانی 1978 مثلا، آیا ما آمدیم خواننده هامون رو بفرستیم، هنرپیشه هامون رو بفرستیم؟ نه، به خاطر همه این خواننده ها، هنرمندا، دوبلورا، بازیگران سینمایی، کارگردان ها، مجریان تلویزیون، همه در ورزشگاه بودن. هر روز ورزشگاه ها شیک بود. شما وقتی به ورزشگاه بزرگ می رفتی، چون آزادی نیست، در اون ورزشگاه شما فکر می کردید رفتید به یک سالن مد. شیک بودن همه، ناراحت بودید. اینم رژیمتون، اینم انقلابتون، انقلاب هیچ. حالا ناگهان احساس خطر کردید. از چه احساس خطر کردید؟ از یک کد رمز، شادی، هپینس. همین میگن دیمیتری شستیکوف یک سمفونی نواخت، ستالین خوشش نیامد، عذرخواهی کرد، سمفونی دیگری اجرا کرد. ولی به گفته همسرش سالها در کابوس این عذرخواهی ماند. یک موزیسین بزرگ ناچار بود از یک دیکتاتور بزرگ عذرخواهی کند. سرگی آیزنستاین، یادم هست همه این دوستان چپی به عنوان خدای سینما معرفی میکردن، چرا که در واقع فیلمی درست کرده بود به نام رزناب پوتمکین و موجب انقلاب شده بود یا در دوره انقلابی. اون هم از استالین معذرت خواسته بود. ولی شستیکوف میگفت ای کاش من شهامت ساخاروف را داشتم، من شهامت سولژنستین را داشتم، در مقابل این دیکتاتورهای خونخوار می ایستادم. نمیشه اینور دیوار ایستاد و از دیگران خواست که در واقع از خودتون، از جانتون مایه بگذارید. من همیشه این رو گفتم. اما این رو بدونید، میتونید، هرگز معذرت نخواهید،
میتونید بروید بالای دیوار و رقص خودتون بکنید. اگر خودتون باشید همیشه شاد خواهید بود، ولی اگر بخواهید پریتند کنید، تظاهر کنید، پای دیوار خواهید ایستاد. امیدوارم دیگر هرگز هیچ سیندرلا ایرانی، هیچ بچه شیک ایرانی پای دیوار نایستد.